امروز میخواییم با همدیگه دسر ژله فوق‌العاده خوشمزه بسیار راحت و آسون درست کنیم. تا آخر این ویدیو همراه من باشین. یه بسته خامه صبحانه رو داخل یه کاسه ترجیحاً فلزی میریزیم و بهش 1/4 لیوان شکر اضافه میکنیم. یه کوچولو با همدیگه مخلوطشون میکنیم. ما با این روش میخواییم توی خونه خامه قنادی درست کنیم که خیلی خوشمزه تر از خامه های قنادی بیرون میشه. به همین ترتیب که مخلوطشون کردیم حدود 10 دقیقه میذاریم داخل فریزر بمونه تا دور ظرف به این حالت خنک و یخ زده بشه. حالا خامه رو به این شکل دورگیری میکنیم تا اون قسمت هایی که یخ زده بیاد وسط و دوباره 10 دقیقه دیگه میذاریم داخل فریزر. همونطور که میبینین کناره های خامه شروع به یخ زدن کرده و حالت تگری پیدا کرده. دوباره دورگیری میکنیم، میاریم وسط ظرف و میذاریم داخل فریزر یه 10 دقیقه دیگه بمونه. حالا بیسکویت پتی پور وانیلی رو اول داخل شیر مرطوب میکنیم و بعد توی ظرف سرو میچینیم. دو لایه این کار رو تکرار میکنیم و میذاریمش کنار. نصف لیوان آب جوش داریم. بهش یه بسته ژله اضافه میکنیم که میتونی از هر نوع ژله با هر طعم مختلفی که دوست داری استفاده کنی. بعد اینکه یک دست شد بهش نصف لیوان آب سرد اضافه میکنیم، با هم دیگه مخلوطشون میکنیم و میذاریم کنار تا کاملا خنک بشه. خاممون رو از فریزر میاریم بیرون. همونطور که میبینین حالا همه خامه حالت تگری پیدا کرده و داره یخ میزنه، اما نباید کاملا یخ زده بشه و اون همون حالت تگری داشته باشه کافیه. توی جای خنک با همزن شروع به فرم دادن میکنیم. ممکنه که یه مقدار بیشتر از خامه های معمولی طول بکشه، اما در آخر به این حالت میرسه و فرم گرفته میشه. حالا ژله خنک شده رو بهش اضافه میکنیم. خوب با هم دیگه مخلوطشون میکنیم تا یک دست بشه. اگه وقت و حوصله درست کردن خامه قنادی توی خونه ندارین، میتونین از خامه های قنادی آماده هم استفاده کنین. مخلوط دسرمون رو داخل ظرفمون میریزیم. سطح روش رو صاف میکنیم. هم میتونین به کمک لیسک این کار رو انجام بدین، یا یعنی که از دو طرف ظرف بگیرین و تکونش بدین تا صاف صاف بشه. یه چند ساعتی میذاریم داخل یخچال تا کاملا خنک بشه. نصف لیوان آب جوش داریم. بهش یه بسته ژله اضافه میکنیم. ترجیحاً با اون ژله که داخل خامه ریختین مزه هاشون یکی باشه. خوب به همدیگه مخلوطشون میکنیم. بهش یک لیوان آب سرد اضافه میکنیم. اگه دوست دارین که ژلتون حالت شفاف داشته باشه، بهتره که یه چند دقیقه روی حرارت بذارین تا اون ذره های ژله کاملا آب بشه. دسرمون رو از یخچال میاریم بیرون. حالا ژله که کاملا خنک شده رو بهش اضافه میکنیم. آروم و یواش این کار رو انجام میدیم. بعد دوباره میذاریم داخل یخچال تا ژله کاملا ببنده و آماده است. به دلخواه تزیین میکنیم و نوش جان. من قبلا بهتون کلی دسرهای مختلف و بسیار خوشمزه‌ای رو یاد دادم که اونا رو از این قسمت بالا میتونین ببینین. یه بارش از این دسر فوق‌العاده‌مون رو با هم ببینیم. اینم از دسر ژله، بسیار ساده ولی خیلی خوشمزه. امیدوارم که دوست داشته باشین و لذت برده باشین. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. واسه دیدن آموزش‌های بیشتر کانال منو سابسکرایب کنین و روشن کردن زنگوله هم یادتون نره. منو به دوستاتون هم معرفی کنین.